رفتی ولی کجا که به دل جای رفتی دل جای تو از بلاف جان گرچه دل از ما گرفتی خدا بیا خانم بالا زن مرحومم طبق وصیت تو در تمام این چند سال که دار فانی را ودا گفتی من همچنان به تربیت این دو طفل معصوم تو همت گماشتم و سعی من بر این بود است که بالاخره از این دوتا یه دنه دکتر یه دنه مهندس تحویل اجتماع خودم فاطمه خانم تو بسرم طبق وصیت مادر تو را به کنکور میفرستم البته میدانی که برای پنجمین مرتبه در این چند سال که گذشت نتونستی در هیچ کدوم از کنکورهای دانشگاه توفیق حاصل کنی و پخی میشی اما اصلا و ابد چرا که معروف است میگن در ناامیدی بسی امید است ز گهواره تا گور دانش بجوی با نبوت هر که دانا آقا جون بسه من دیگه دارم پیر میشم تو باید برسی به یه جایی به کجا برسم اون بالا ها همون جایی که تیمور رفت تیمور از مورچه یاد گرفت که خودش را رساند اون بالا بعد خبرت هم از چی را برد بالا دنبال آقا جون تو حرف بابات نده به دستت برد بالا میفتد پاش میشکنه کار دستی خیلی خب نه پاشو بریم مهندس جان پاشو بریم قصه تیمور را برد نمیتونم من دیگه دارم توکل به خدا پیر میشم من نمیخوام دکتر بشم خبر داشتن امسالم برو برد دیگه خستم خسته شما نمیفهمید من چی اهالی محل این همون علی است که با اراده استوار برای پنجمین سال به مبارزه کنکور میرد میرد که نام و نشانی با خودش بیارد همه رو سفید کنه کسی هم آباسی بل عرض آفرین بگم اینک سواد میارد یک بار دیگه دلش از زیرش نشه بابا جان بابا امید موفقیت با شری پشتن آلا با ایشوره این دفعه دیگه قبول بشه دست بزنید اهالی تشکیلش کنید دست بزنید برو کنار ببینم زن علی منو میشناسی من اکبر آقام پسر خوبی باش بیا بیرون جانم بیا امسالم برو کنکور بده بلکه قبول بشه من هیچ کسی نمیشناسم علی الهی زنده این پیشمرگت بشه الهی دایید به قربونت بره آخه تو موالم جات رفتی جا خوش کردی بیا بیرون میمونه امتحان بده شاید خواست خدا باشه قبول بشی الهی زنده این پیشمرگت کنار بابا علی به حرف خودم بیشتر گوش میداد علی جان نمیخواد بدی خب نده قربان نمیخوام نمیخوام من نمیخوام من نمیتونم بستم من دیگه پیر شدم چه خبره کجا داره میاد دست دیگه داریم برای پای کارش میکشمش میکشم نشیشم این دستم آبروی من آورده آخه شما بگین انجمن زندگیمو فدا کردم مادرش دق کرد و مرد حالا باش برد تو موال بس میشیند بیا دایی جنش بیا خواهد اون که قرار بره دکتر فامیلا ببین کوزن از آب در آمده حالا میخواد چی کار کنی؟ سرکتا میزند عقب نشینی میکند میگد کنکور آخه بابا به زور که نمیتونی متوسل بشی میتونی از جذبت استفاده کنی؟ از این جذبه از این هفتیره از این هفتیره یا بزنش ها بده من بزنمش هفتیره علی جون من داییم سرکار صداقتی بی خود مقاومت نکن فایده ای نداره یاد مادرت بیفت که دستش از قبل بیرونه یادت میاد وقت مردن چی میگفت دلش میخواست دکتر بشی اون روز یادته آره علی جنا مادر جون مادرت داره میمیره مادر جون نمیره قول بده دکتر بشی قول بده تابلوی دکتری تو بالا سر این در بزنی مادر جون چشم همه کور بشه علی بذار راحت بمیرم قول بده بذارم قول بده دکتر شی میبینی دارم میرم من سرم دلت میخواد مادرت آرزو به دل از این دنیا بره قول بده پدرت هیچی نشده اول
لب تو دکتر بشو. برو علی جان، قول بده بیمیدم. باشه باشه باشه، قول بدم. مادر مادر Oh,
بابا بنده پدرش هستم، میخوام ببینم به سر بچم چی اومده. خواهش میکنم بفرمایید آقای دکتر، فعلا مشغول معاینه هست. دشی خانم جون خانم آقای دکتر بابا دشی بابا هرچه پیشون خانم معاینش کنن ناراحت هستم. دشی بابا دوری دشی بابا 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 دشی باشیم پسر. خب تعریف کن، تعریف کن چی بگم؟ از دوران کودکیت بگو. حرف بزن چی بگم؟ بگو هرچی به خاطر میاری بگو. بارها گفتم دستشو بذارین تو دست من. الان شهربانی پاسبان دیپلمه استخدام میکنه با حقوق و مزایای خوب. حالا باز خودش آدمی شده بود. تو کلتو نرف که نرف. راست میگه والا. اگه اومده بود تو چپوشی بر دست خدا بالا باز خودش کاری بود. به شماها چه مربوط است؟ پسر خودم از دیوانه شده باشه. افتخار میکنم پسر خودمه. باز میره تو کنکور شرکت میکنه قبول میشه. ننه تیمور رو لنگ 60 دفعه شکست خورد. خواهد تو سر تو تیمور کنن. اینقدر دیگه خب دقیق به این تابلو نگاه کن. فکر کن ببین چی دلت میخواد توش ببینی. هر چی فکر میکنی و میبینی به من بگو. بگو 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 زن بنویسیم زن. حالا رو نگاه کن بگو توش چی میبینی. توش چی میبینی؟ توش چی میبینی؟ زن آخه کمری بفرمو سرکار صداقتی. قربون دستت. مرسی. شما پدرش هستید؟ بله من پدرشم دکتر. بازم میتوند برد کنکور بدد و دکتر بشن ها. چقدر باید اینجا بموند؟ پسرم طوریش نیست، فقط گوش ممتحنش اگر دیرم ده. کمی محبت، فشارهای خانوادگی، عدم بلوغ دنسی. درست متوجه منظور شما نمیشن دکتر. جناب علی آذربایجانی هستید؟ از مادر بله، ولی از پدر گزوینی هست. از اوشاغوا آروا دارم. آروا آروا برا نگاه کن، نگاه کن تو متوجه بشه اون زن میخواد. چی کارم کرد دکتر؟ آزمایش علی آرام بذار راحت بشه آقا. چه میفرمایید دکتر؟ اون تپلک هنوز بچه هست. بو اوشاغدی دکتر. بو اوشاغدی چیه پدر؟ اون 27 سالشه. والا اوشاغدی او گرک درسین این فکرین دولا. آخه یعنی این که شما بجز مغزش به هیچ جایی دیگهش توجه نکردین. اصلا من کجا؟ اون الان بزرگ شده. پدر مگه شما مسلمان نیستید؟ چه دخلی داره؟ دخلی داره چیه؟ شما به سر 27 سالتون هنوز ختنه نکردین. بنده در معاینه بدنی متوجه شدم. علی لامصب. علی نه مالا. با این همه نصیحت این عوض کنکور دست. علی همین از که بزن فرمونه جمع بشن یه فکری بکنن. تو را گفتن زن بسش خوبه. نگاهش کنین چیه؟ دور شدیم این چقدر دود دارن. یه دختری خوشگل برای ما یاد کنیم. مثلانم در روزا همه روزای کلای دختر تو خود بکنه همچه مثل انار Ha ha ha!
من خودم میدونم کی محصول میده. دکتر غلط کردم، من بچه خودم رو بهتر میشناسم. ای آقا ما رو مسخره کرد. خیلی خوبیم، اما دیگه دنبال ما نپرسی. اخر دیگه ما رو فامیل خودت شما بی خود به دلتون صابون نزنین. علی زن نمیگیرد، بعدش هم اگر بگیرد دختر شما رو نمیگیره. بابا جان چرا همچی میکنی؟ دکتر گفت دکتر غلط کردن. تا حالا شنیدی که زن دوا درمون یه آدم دیوانه باشد؟ ببین بالا، اگرم من زن نگرفتم بعدم بهتر. بالاخره چه آقای جلال فر پسر نزدیک 30 سالش اگه دکتر بشه بود حالا شده. تو هم پول زنی برو هم پول تری. لا آقای جلال فر چرا کلش کارو نمیکنی؟ بذار زندگیشو بکنی. یه دکتر کمتر مگه فرقی میکنه؟ من باید تشخیص بدم کی زن میگیره. ده شما که قصابین. خودم بهتر میدونم. من شخصا بچه را کشتم، شخصا را میدونم کی محصول میدن. فقط به شرطی که آفت زن رو سده من از درد بدبخ نشد. آها اونه اوبر شو برده. سلام نلیک. علیک سلام. آبروم رفت دکتر، تو رو خدا همین جا نگرش دار. زنجیرش کن، ما گذشتیم. دیگه نمیخوام برات کنکور دکتر بشد. حمله به زنا نه یکی، به ده نفر. خاک بر سرم، خاک بر سرم. کیزو فرنیا؟ نه منه. اسکیزو فرنیا از دست دادن قدرت تطابق به علت ناهنجاری روابط فامیلی. در حصورت بازم میگم پسرت عیبی نداره، فقط اوشاقوا آرمان آل آرمان آل. آخه از کجا؟ بابا سنگ منو اندردون والا. چی فکر میکردم و چشم؟ غلط کردم، زن خوشگل گرفتم. غلط کردم بابا. چه خبره تا آقای شرفپوری؟ چه قشقرقیه به پا کردی بابا؟ سلام عرض میکنم قربونتم. دیگه نمیتونم، دیگه خسته شدم. رسیده به اینجا یعنی که چی؟ چند دفعه گفتم آقای شرفپور دیگه پاتو تو این محضر ندار. تو میخوای زنت از طلاق بدی؟ برو محضر بالایی. خسته شدم از وقت هاش تو دادم. برو بابا جان، برو به کارت برو. برو خدا پدر تا بیامرزه. سلام خواهم، بفرمایید، بفرمایید. زد واسه یکی درد هست، واسه یکی درمان است. آخه برادر چند دفعه بهت بگم از من تو گذشته است که دوباره زن بگیریم. آخه تو که نمیتونستی چرا رفتی زن گرفتی؟ ده چرا میتونم آقا؟ خوبم میتونم، ولی اگه مردم بذاره. چی نمیذاره؟ مردم؟ این مردم نمیذارم. من باید شب و روز چرچشمی، مواظب در، مواظب پنجره، پشت بوم، قصاب، بقال، سبزی فروش، دوست و رفیق و همکارای اداریم باشم. همه میخوان مرا مهمون بکنن، همه به من محبت دارم. منم طاقت ندارم، من یه جوری دیگه زندگی کردم. ده من میدونم منظورشون چیه، من میدونم چه خیالی دارن. ده من پدرسگی میدونم. آقا منم نمیتونم، منم طاقت ندارم. نگاه کنید ببینید کی به روز سینما
های من آورده، با اون چنگورای ساب مردای سینه ای من تمامش زخمی کرده. بپوشان خواهر، بپوشان، بپوشان. گروه من چیه که مردم نگاه میکنن؟ تو رو به خدا پاهامو ببینی، جای کتک‌کشی. آخه چرا باید پای نازنین من رو اینجوری بکنی؟ مگه من چی کارش کردم؟ شما بگین آقا، من باید برم به چی بگم؟ تو این ترونم که هیچ کس رو ندارم، حالا اومده آقا دلاغم بده. آخ از دستم داره. ای بگو ببینم، خدای نکرده پالونش کله. نه نه، فقط نگاش کن، خوب نگاش کن، فقط خوشگلی خوشگل. زن خوشگل داشتن این روزا خیلی مشکلی والا. زن خوشگل و زشتش مایه درد سر. آه قربون بیانت. اینو برو به اون علی بگو، به دکترش بگو که میگد زن حکم دوا رو براش دارد. میکاره دارد، دل نداره، نداره. تازه این زن از اولش آباده کرده این پور زیادی بود. آه چه اینجا را این دفتن. حالا ما با این جوشهای گنده که داریم چون باب کن من باید برم، من جد در جمعه محل هم باید برم. میرم باپا چنو بینا، باپا چنو بینا، باپا چنو بینا. والا حقیقتش بنده فکر کردم با شماها مطرح کنم، اگر بتونید ثوابم کردین، چون در حال حاضر این زن جا و پناهی ندارد. گناه دارد والا. چی زبون قلمی هم داره. بنده حرفی ندارم، ولی متاسفانه با قانون جدید خانواده نمیشه دوتا زن گرفت. بله بله. میسین که حرف منو درست نفهمیدی شفاپور. بابا جان من که نمیگم بگیرش، من میگم چند روز ببر خانه ازش نگهداری کنه. آها ماشالله ماشالله مرغوبه، خیلی حاصل خیزه ها. گرمیشه پس. باشه. چی باشه؟ با این که عیالمون ممکنه ساتوریمون بکنه، ولی خب اینجا وقتیه که باز به مردم انسونیت کرد. آه قربان مرامه. بله اکبر آقا. اکبر آقا. بله بولنشو ببینم، بولنشو را بیو. کار اداری دارم زن. یالا میگم را بیو تن لشت. من یه اخلاقی دارم، بخوابت نشون بدم دنیا دست کی. یه خبر از همشیرت، چیا شلوغش کردی بابا جان؟ آقای جلالپر خواهش مندم تو این کار دور شوهر منو خیت بکشی، اگه خیلی مردونگی داره شکم منو تویه هاشو پیر میکنه. را بیفت تو خونه، بهت میگم کار اداری یعنی چی. با مخوام بهش دلداری بدم. چه کنم آقای جلالپر، اینقدر موهاتو پریشون نکن بابا. ای 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 ای. خب شما چی میگین؟ من تمایل دارم یه ثوابی بکنم. زنت چی؟ زنه اون رو حرف من هیچ حرفی نمیزنه. باور کن. شفاپور وای وای خانمی زرگ. آقای جلالپر این چه مصیبتی که رو دست اهل محل گذاشتیم؟ زنی که طلاق گرفته گوشو گم کنه بره. با ادب باش زن. قابلی تو نوردم یا لو بیا بریم طلاق منو بده. چرا رفتاری از خانم میخوای؟ ثوابم داره. ثواب زن. تو به درد وای. چه دیدی دروغ میگی؟ پدرت هم دروغ میگه. ما را بیا تو میگه. بری بیا بیا. بری دیگه سرمو برد برین. طلاق دیگه. سر بری بیا. شام میگه. بری بیا بری گم شی. کجا میری؟ میخوام برم. میری؟ کجا میری؟ نمیدونم. نمیدونی طلاق گرفتی؟ نمیدونی کجا میری؟ من نباید بفهمم. بابا ولش کن، توی این محل که تو مکانی نداره، به جرجی دلش میخواد بده. داخل به من بگو لاقل کجا میخوای بری زن؟
اصلا میرم تو خیابونا وای بیستم. میری تو خیابونا که چه غلطی بکنی؟ شما هم شالکل سفکر را انداختین، بس چی کار کنم؟ نمیدونم والا، نمیدونم والا. شما هم که نمیدونیم، منم نمیدونم، بس چی کار کنم؟ چه خاکی بذارم بریزم؟ نمیدونم چه کنم، چه کنم، چه کنم؟ بری کنار بچه ها، بری کنار بچه ها، کنار بچه ها، بری کنار بچه ها، جعفر، چمدانه بگیر و برکی بودش 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 بری کنار، بری کنار، بفرما، بفرما آقای امشب از دست پخت ملی خانم نوش جانتان کنید، ببینید چه دست پختی دارد. به به آدم هضم کند. والا به خدا آه اینم کاسه آب خورده. به 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 از فردا غذای این خانه زیر نظر این دختره باید باشه. دختر جان بید بگم آه. بعد از مرگ مادر این بچه ها نذاشتم پای هیچ زنی به این خانه برسن، ولی خب قسمت این بود، نتونستم ببینم تو این شهر با این همه گرگ دریده ویلون سرگردون بشه. اینقدر آدم ناباب هست که صلاح نیست تو کوچه ول باشی. این از من قبول کن. راستش من بعد از اون مرحومه فراموش کردم که مردم. کشت مرایی میدانی ادب تو خانه ما ارسی. مرسی خرسی خفش کر بوز داشتم تعریف میکردم. مری جان این خانه مهد علم دانشم. من کسی را نداشتم تو سرم بزند و وادارم کند که یه پخی بشم، ولی من در عوض این کارم میکنم. تو این خانه همه باید باسواد بشن، همه باید به علم فکر کنن. خودم بهت عربی درس میدم، علی انگلیسی، علی دکتر است، جعفر مهندس و خب جنابالی هم قابله. خدا سایه شما را از سرمو کم نکنی. همین یدالله را میبینی؟ ده سال است که خانه شاگرد ماست، از قزوین آوردمش، خودم هواشا داشتم چیزی بشه. خب از خب هست، میخوای اونم دکترش کنی؟ اونا را دکتر مهندس کردی بسته. مسخره بازی درو برده است. نه نه از حالا میبینم روزی را که علم افتخار از این خونه بلند شد. این طرف فکر علم پسرت علی باشی که هی نبریش تو دوست. نه نه بی خود حرف دادن پسره نذار. علی من بچه چشم پاکی هم، غیر از کتاب و معرفت به هیچ چیز دیگه چشم ندارم. جعفرم طفل معصوم که علم بچه هست، هنوز توفش گف نکرده. حالا حالا هم آن دستا بدنم زن یعنی چی؟ میماند یدالله که فقط هیکل گنده کرده. خودم اصلا نداشتم بفهمم زن معنا یعنی چی؟ خود منم که تکلیفم معلوم است. اون خدا بیامرز آخر عمری رسی از ما کشید که تا قیام قیامت حتی چیز زنش بیزار. سفرت کاک و از سر تنه لکم ایزت کنم. دوست دارم نگاه کنم. احمق آقا قابل بیاد آقا جون. چه تس؟ داشت نگاه میکرد آقا جون. دروغ بگرد یاد زر کپ مرگته. علی میخوام از فردا صبح فقط به درس و مخشت برسی. فکر این که زنی به این خونه پا گذاشتن نذاشتن، فقط کنکور و کنکور. هر وری میری فکر کنکور باش. از این وره میلاب بپر اون وره. حالا هر کلاسی باشه باشه. قول میدی از فردا بیفتی روی کتابا؟ آره آقا جون خیلی خوب. از فردا میفتم روش. آفرین. میفروش. نه 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 ن
میخوایم رفتون به چلونم به چلونیم باشی کمکم کن من خیلی دوست دارم آی یواش خیلی دوست دارم به چلونم بس دیگه پهنش کنی پهنش کنی من خیلی دوست دارم پهنش کنی باشه هرچی شما موازه باش رو زمین دن کنی خیلی موازه باش باشه حالا این برش حالا اون برش حالا خوب شد دیگه حالا این برش حالا بازم سلام علیکم سلام اهل محل سپردنش دست بنده مسئولیتش دارم پسرم عقل دستش رو همون گذاشته نرسیده بودم کار تموم بود هر آدمی یک مقدار از انرژیش رو صرف غریزه جنسی میکنه فروید میگه که دکتر من فروید مورد تو کلم نمیاد ساده بگو وادارش کنیم برقصه برقصه ورزش کنه تا انرژیش اینجوری مصرف بشه ولی با سند دیرم که اوشاوا آروادال آرمادالم آیان نگتیره آیان نن هر یردن که بیلی
چه کار کنم؟ فعلا هیچی بابا جون، دندون رو جگر بذار. بابا به انجمن محل بگین من چه خاکی به سرم بریزم. البته ما نواز فوزولی کنیم، ولی راهی که شما بری به ترکستانه. بابا کی میخواد برد ترکستان؟ گفتن بهش زن بدم، گفتیم چشم، رفتیم خواستگاری، گفتن دیپلمات بیکار، از زن نمیدیم. خودمو که نمیتونم زن کنم. دهانی دهانی بابا همین چیه؟ چه خاکی به سرم بریزم. این چه کاری بابا؟ خب نیست دهانی دیگه. پدر ما بدی اول زندگی چرا میخوای تفی رو پابندش کنی؟ بابا آخه بگو چی کارش کنم؟ بابا جو به نظر من تو که خودت محضر داری آقای جلالفر، یکی دو نوبت محللش کن. نخواستی یک سیغه واسه جور شد. آقای جلالفر بس براش دست به من، این دفعه رو بسپارش دست کوچیکه. من خودم میبرمش پیش یه دکتر، چلو همه اهل محل قول میدم با یه نسخه خوبش کنه. چه کنم؟ چه چاره کنم؟ دلم میخواد همه را پاره کنم. من نگفتم ما رو بیار به این رقص خونه مرد حسابی. مگه پسرتو نسپاری دست من که معالجه بکنم؟ تو دستی میبریش دکتر، پس چرا آوردیش اینجا؟ همین جیگر دکترشه، همین که ما سپردیش در دو روزی جر بذار الان میادش. پس که بابا چه خبرتونه شما ده؟ کمی عجله کنین، فردا همسایه ها میندازنم بیرون. کی مریضی؟ من یرقانی گوجی بریم. بابا براش علی آقا طرف منتظرت دار. بنال شما اجازه میفهمی من برم تو؟ تی بلنشو بیا دیگه. تو خدا ببین پسرها داره اجازه میگه دونم از من. من بیا آقا نیسی دی دلوش دارم. برو بلنشو اجازه داد یاد با تو هری جان. اول سرسینه و قول بده. سب کنین. حالا که کار به اینجا کشیده بذارین، خودم دستتونه بذارم تو دستم. دستتونه بدین. قبول است خانم جان؟ این پسرم به تو رسیده، دستی هیچ زنی تا حالا بهش نخورده. این یه دفعه هم آزمایشی هست. به خاطر داشته باش که هیچ چیز جای علم و سوادن نمیگیرد. فقط کنشه. فقط پسرم. توانا بود هر که دانا بود، زیگفواره تا گور. میدونم آقا جون، میدونم من این رو. پسرم به خاطر داشته باش تیمور لنگ چند دفعه. باشه. آختم آقا. مردیشون گمه بکی ببرم. هی بیا دیگه. بیا خجالت نکش. چرا وایسادی؟ خیلی خوب
میخوای بشینی؟ لخ نمیشی؟ دفعه اوله باشو بیا بیا دیگه باشو بیا بیا دیگه اجارت تو چرا حس میکنی؟ خیلی طول دار موشالا ها نه 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 خجلو واری کلا یه دو بینم چی با جدی؟ خجلت نشیم بابا من بیا بارو بذار نسخه اونو بیم باباشون بذاری کمکش کنم این بچه چیزی نمیفهمه که بالا از این چیزو نیه علکی تقریه کن چیه؟ چی شد؟ خجالت میکشم اینجا ببینم خجالت چیه؟ برو برو درخت انا رو بکن برو جلو بکن برو جلو درست میوه رو بگن میوه برو ببینم اینجا برو جلو برو ببینم اگه کمک خواستی من صدام کن بیشیم بذاریم من درخت میکشم سلام علیکم سلام چه کنم؟ گفتم بازم میگم این پسر باید زن بگیره بردمش ولی بهش ندادن از بازار آزاد اقدام بکنید کردم نزدیک بود طرف خفه کند حق داره تا حالا در دسترسش نبوده میخواسته خفش بکنه دکتر اون دارد منو خفه میکند در هر صورت من بازم دیرم که اوشاقوا آرودال بازم از کنادر آهای جلال فر جلال فر من روح زنت داره باهات حرف میزنه سلام سلام علیکم گوشتو باز کن ببین چی میگم بگو خاک بر سرت با این بچه تربیت کردن هرچی که وصیت کردی انجام دادم پسرانه فرستادم کنکور ولی خب هیچی نشد آخ چرا این زنه به این خونه آورده؟ دلک بیلان سرگردان بود
بدتر خرابش کردم، تن برای گذاشتی بغل آتیش. خواستم یه جا و پناهی داشته باشد. آخه گناه داشت بیچاره، همینطور تو خیابانه ویل داره عوض کتاب رو زنه کار میکنی. به تو کتاب مطالعه میکنه. تو کولی، برو جلوشو میگیر، هر طور که شده، وگرنه زنه جای کتاب رو میگیره. فکر این بچه بیچاره باش، برو جلوشو بگیر. جلوی کدامشو نبید؟ سلغمش میکشم بیرون. چرا بایستدن نمیدم؟ خب جوانان دارن لاش میزنم، ولش میکن به من. باید بکشمش طرف خودم، وگرنه پسر از دستم میره. آخه به من چه مربوطه؟ بیر نزن فرید. بهش نشان دادم دختر بازی کردن یعنی بگه بهم به زندگی برسم. آخه من زنه نه هر جا بری دنبالت. کجاست؟ کجاست؟ اونجا. آقا دوستانی خیلی بد میشه. نه بابا خیلی هم خوشحال میشه. امروز که رفتیم خونه بهش میگم دوای دردم رو پیدا کرد. برقی عروسی رو راه میدازیم و بعدش هم میریم کن رفشت بسید. بیا بیا. آقا فکر اینا نمیکنی که مردم پشت سر ما چی میگن؟ برداشتی زنی را که به طور امانت در منزل من از آوردی سینما؟ بابا کسی برگوشت آقا جون؟ چرا نمیفهمی؟ نباید میامدی همچین جایی. تازه آمدی دختره را چرا با خودت آوردی؟ با این کارت آبروی همه را میبری. دیشب ناله نفرین مادرت بلند شده بود. دم به کسی مربوط نیست. بابا ساکت باشی، ما میخوایم فیلم ببینیم. آخه چه خبره؟ تو شرطه بگیر که حرفای ما رو نشنوی. با پسرم حرف میزنم. بابا تون بسته دیگه. بابا بسته با تو چه مرد داشت؟ آقا ساکت بابا. آقا Thank you.
که تو من تو رو بیشتر از همه فکر کنم یا مرد شدم دو مدت تشم به جز فکر کنم بود نه بگم دست هم بشم رو دست بابا دست بشم رو دست تو علی بابا کی؟ مالی علی This is مالی علی مالی علی سلام آقا سلام علی مالی درست باری جلال درست بخونی بابا درست بخونی خیلی با استعداد آقا جون انگلیسی بخوانی آره 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 من استعدادش را خودم ببینم آره برو کجا برو کنار اینجا ماشاءالله حالا نوبت من انگلیسی تخواندی حالا عربیش من خودم یادش برو ببینم فعل میلا رو یاد گرفتی دختر جا خب صرف کن ببینم بابا آقا جون یه خورده مال همش عربیه عربی پایه علم و دانش هده صرف کن ببینم بابا جان زرابا زرابا زرابو یه تشکیل سنگی ماش بیدیم مانو من چیزی نمود آقا جون انگلیش به انگلیسی دختر اول باید عربی یاد بگیرد گوش کن زرابا زرابا زرابو زراب تو زراب تو نه زراب تو نه حالا مازو بیده بیمم بابا جون پاشو برای این هندونه را قاش کن بیار بخوریم جیگرمون خنک شد تا منم ترتیب عربی اینه بدم هم عربی نشانش بدم تو کنکرم بهت کمکه برو دیا بابا جانه شروع کن بگو زربم بقیه شو نمیتونم بگم خیلی بیمم برات خودم به یاد میدم لپا بیار بابا چی شد از میدون ننه رو راست بگم بس من فرقی نمی کنه چون قبلا شوهر کرده و بیوه شده یا هنوز دختره من دوستش دارم من میخوام باش عروسی کنم من شما نمیخواستیم امزم بدین از خاطرش رو بخوای که میخوایی ننه من اونو دوستش دارم دوست دارم ملی چی میگی؟ میخوامت ملی چی میگین آقا؟ من دوست دارم خانم این خانم میشه عقدش میکنم آمدم جلوی علی را بگیرم خودم گرفتاره چدم خاطر خواد شدم ملی جان تو به درده من میخوری آقا ویلم کنی دیگه به زنه دیده شما چی شده؟ هندونه اومد آقا جون یا هندونه چه تا؟ چیه؟ هندونه آقا جون هندونه تو چه کار مخوای بکنی؟ من ادامه میدم بقیه‌اش ادامه میدم ای بابا رینانا آمدم ملی جو همه چیز به ننه گفتم بهش گفتم که میخوامه الان بهش میگه اینم کن ها؟ چی؟ نه چک زدیم نه چانه عروس اومد تو خانه اونی که علی جان میخواد همین استیه خب قسمتش همین بود است دخترم زن بدی نیست ننه جان ننه این زن به درد علی نمیخورد این زن قبلا شوهر کرده و بیوه شده یعنی چلانده شده چلانده یا نه چلانده ای چیزی که پسر خواست خدایا چه غلطی کردم که این زن آوردم تو خانه زنک به درد علی نمیخورد چه گریه میکنی؟ آخه اون نمیذاره چی؟ نمیذاره؟ آقا جونه من میگم این زنه باید از این خانه بره خودتو نیاوردی خودم آوردمش اینجا خودم هم بیرونش میکنم همین الان علی باید در کنکرش هم از اون ناشه من رچی تا حالا هر کاری کرده کرده از این به بعد من خودم میدونم چی کار کنم یک صورتی برات بفرستم خب پس چرا ما رو دعوت نکردی علی آقا جون خودت اصلا ما خودمونم نفهمیدیم که چطور جریان جور شد شما رو شب عروسی دعوت میکنیم حتما با تشریف بیاریم اصلا همه هر محل دعوت میکنیم این جز خبر مبری هست عهد کنونم دیگه پس چطور شده از ما که پدرتیم نمیدانیم شوخی میکنیم نه خیر خب معلومه من با کچیکتر از خودم شوخی نمیکنم من شما خبر نداره چرا
ولی تا اونجایی که من میدانم احکانانی صورت نمیگیره. آزمایش خون دادی؟ معلومه آزمایش خون دادیم، همه چی رو حاضر کردیم، ملی پای سفره عقل منتظر منه. غلط کرده عروسی بی عروسی. آخه واسه چی؟ اشکال فنی داری بچه؟ بابا اشکال فنی من چیه؟ هر کاری گفتی کرده دیگه، چی میخوای از دست من؟ هر عیبی اش فقط از خودت، من نمیخوام بگم اینجا آبروت بره. چی میگی اشکال داری؟ چیه بگو چیه بابا؟ اهل محل بگو چیه؟ بپرس. خیلی دلت میخواد بفهمی چیه؟ من خیلی دلم میخواد. چه جوری بگم ملت بابا؟ آخه ما هنوز ختنش نکردیم. بله. چی؟ آخه چه جور ندارد؟ من مادر مرحومش گفتیم به پایین تنش دست بزنیم نکند از درس خواندن بماند. تنش که نتنش تو کنکور قبول بشد، دکتر بشد. حالا با این وضع ناقصش میخواد عروسی هم بکنه. تو رو خدا شما بگین آدم مسلمان ختنه نشدن میتونه هرچی کنه؟ قافم بری میام پیدات میکنم، تو فقط باید ختنه کنی. چند دفعه بگم پسر مسلمون باید سنت بشد، باید ختنه بشد. خیال کردی اینم کنکوره؟ آه بارشون همیشه سنت منو کشت. نشد یعنی خودتون که میدونین من نتونستم، باید ببریمش بیمارستان. آره باره کنار میبینم.
تموم شد. اشکال فنی دیگه تموم شد. فردا عروسی رو راه میندازیم. چه خبره؟ تعقید آدمی سر چه داره انداختی؟ خوشحالم آقا جون. نخواد فردا کردی خیال میکنی فتح خیبر کردی؟ داداش اومد دیگه عروسی رو باید راه بندازیم. خودت گفتی فقط همین یه اشکال داریم. آره ارواح اون پدرت. ها؟ چی میگی بابا؟ حلش نداره. چرا تو فرهاد پا ما میگی؟ من سکی میشم میدم. برو. مالی، مالی جان، میخوام یه جلو اتاق. سب کنیم ببینم، لشکر سلمتون رو انداختیم. باشه ببینم، سب کنیم ببینم، کجا را افتادین ریسه شدیم. باشه ببینم، تو کجا داری میری پسر ایچ جو علم؟ تو بچه درد بشیر بده تا هم برو بده جو سب کمینو تو کجا؟ میخوام برم اونجا به کابر چون نمیگه اون بچه این مرگی تو بذاری؟ این حرفا چیه اینجا اونجا نداره که بابا میخوام برم اونجا جلو اتاق دیگه همیشه بخواب هر وقت عرصی کردی بخواب که اشاره هیچ وقت عرصی نمی کنی من نمیخوام اونجا بخواب هر زیادی نزم برو بخواب یالا باشه ببینم باش که تو کجا؟ من جام اونجا لازم نکرده همینجا باید بخواب آقا چرا من باید دو ترکه بخوابم بسیار خوب باشه فردا بهت میگم آقا جون بالاخره مال منی والا سب بخیر آقا جون بای بای درد بخیر Oh,
بینم بچه. برا بیام آقا جود. من باید بگم چی به صلاحش چی نیست. آخه این زنی که به درد اون نمیخوره، چون به درد من میخوره. تو چرا لخ میشی؟ بگم خودم رو بون شدم. بگی تنبانم. آیا به درد نمیخوره؟ چرا نذاشتی برد؟ برد که اونم تو این خانه بدبخت نشد. برد برای خودش یه شوهر پیدا کند. اونم جوان است. بگیر مهندس پرنش کن. نه بی خود قصه اونم نخور. خودم فکرش گردم. تو لسک میزاییدم بهتر از تو بود. داد میداد نکن. من خودم صلاحش میدانم. زنش به درد اون نمیخورد که نمیخورد. چون به درد من کجا؟ میخواین بریم شما دوتایی با هم دیگه؟ آخر دوتایی مگه اینجا طویل است که هرچی سرشا بنزه پایین رو بیاد برد ها؟ گوش کن آقا جون، من دیگه خسته شدم، خسته میفهمی؟ تو این 27 سال هر کاری گفتی کردم، هر سوراخی گفتی رفتم، دیگه نمیتونم، دیگه خسته شدم، میخوام باز خودم زندگی کنم، میخوام برم واسه همیشه. خیلی خوب، بفرمایین، راه باز از جاده دراز، بفرمایین. خیلی خوب، خداحافظ، ما همین رو میخواستیم، همین. بریم. بریم. دختر مردو رو کجا میبری؟ این دختر زن منه. این عباس زن تو گیر خوندی پسر جا. یعنی چی؟ یعنی این که تو آزادی هر جا میخوای بری برو، پول تو جیبی هم خواستی بهت میدم، ولی اونو نه. صحیح. مسئولیتش پای منه. تو برو، دکترم نمیخواد بشی. کن کنم تو سرت با. برو. بسیار خوب آقا جون، ما داریم میریم. اگه دلت خواست دنبال برو، راه بیفت. بیا. نه دوست چه I'm gonna go to the hospital.
من آوردی بچه. خدا بگم چی کارت کنم. حالا فهمیدی دهشم نمیدم بچه هم میگیرم هر کاری هم خواستی برو بکنم. شر هرته مملکت کوک میکنی تا آخرش هم بایدیسم بچه هم میگیرم. چقدر به بابام گفتم من زن نمیخوام که نمیخوام. بله خب بشنیم بشنیم. صداقتی هم ما را دید دایید بچه خیلی هم بچه آبروم رفت. خدا بگم چی کارت کند بچه. جریان چی بوده؟ جناب سروان من علیم توجه بکنید من علیم من میخواستم زن بگیرم یعنی اولش شما تیمارستان بودیم توجه بکنید شما دیستم من پدرشم جناب سروان پدر کی؟ پدر این طول سگ بدکنکری دلتناموز توضیح بدم جناب سروان نه اول باید ببینیم چی میگم جناب سروان ببینید من علیم من علیم اینم ملی ببینید ما عاشق هم دیگه شدیم بعدش رفتیم تیمارستان یعنی اول تیمارستان بودیم یعنی بعدا عاشق شدیم دکتر گفت باید زن بگیم حالمون خوب میشه بعد این گفت اشکال فنی داره اشکال فنی ما رو رفت کردیم حالا خودتو بپوشون آقا اینجا جای این کارا نیست بله بفرمایید بله بله اگه تونستی بله جایی اینجاست شما ها چتونه فکر آبروی منو نمی کنی فامیلای ناه شما پاک آبروی منو بردین همش دعوا میخواین چیکار کنین بفرستم بهتون دادسرا باشه ولی نگی فامیلای من از اینا نگینا نگی باشین بریم بریم دیگه داییش تو یه چیزی بهش بگو چرقال قضیه رو نمی کنین نمیذاری پسر بریم دنبال خدا چی ازش میخوای خب همین دست از سر این زنک بردارد هر غلطی دلش خواست من هر کجا برم مریم باید با من بیاد خفت میکنه خفت میکنی خفت میکنی دایی 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 اینجا کلونتریه من آبرو دارم انسان دریجه این احترامت از خود داشته باشه بابا چون که ساکت باش هیست خدا هیست تخصیل اونه هیست هیست آخه مرد خجالت بکش میا کن آخه خوبیت نداره دایی به اون بگو هم خجالت بکش تو چه کنکور رد شده چه غلطی داری بکنی بسر اینجا ساکت باش ببین چی میگم هیست بیا اینجا ببینم آی خدا چه شما حرفی ندارم من حرفی ندارم بتونم حرفی ندارم کاری شده آشتی کنی ماچ کنیم گاش کنیم خیلی خوب خیلی خوب من آشتی باشم من آشتی باشم بکنم بیا آخه چه بود آخه برمونت برم بس من برم برمونت برم کنکورو بلکو اکنون لب ستاره از این ساعت دیگه با هم رفیم علی جون تو بابا تا دوست داری آخو مگه میشه جمعونو با دوست نهشت رو شما جون میخوام تو زندگی برای اولین بار یه خواهشی ازت بکنم بگو آجه چیه حتما قول بده قسم بخور که خواهشم رو رد نمیکنی قول میدم جون خودتو هر چی شما بگی من قول میدم بگو ارواح مادر با ارواح مادر ارواح مادر خودت با ارواح مادر خودت قول چیه آره چه چه این معنی را بده من علی خودت چه؟ قول دا؟ تو خودت قول دادی یادتا گفتی به ارواح مادرت هر چی بگم قبول میکنی یادتا تو مثل یه مرد قول دادی که کار تمام هست باشه علی جا باشد معلومان بابا آقا جون که نمیشه دیگه نیشد آقا اون به دردتون به هم خوره آقا قرار آیا دیگه اینا به دردی سلامتی بابا شد
خدا. بابا آقا خواهش میکنم برین، من دیگه دکتر پسر شما نیستم. دکتر من چی؟ من این دفعه واسه خودم آمد. بله منم همون مرض رو پیدا کردم. برای چه رکره میکنی؟ پس گت ازون آرواد آل. پسر این کره باز حرقم بهش دادم. آرواد هر کاریش کردم به سر راز نش. گت آرواد آل چه کنم؟ آرواد آل. علی پسر نامرد بیچارم کرد. من بدبخت و سیاه‌بخت. یا علی ملی چی بگم؟ ای روزگار ای روزگار. پسر با من حالم خوب نیست آقا جون. کی هستی؟ منم علی. چیه حالتون خوب نیست؟ خیلی نامردی پسر. چه حال بدی دارم. بیا را بزنیم به صورت دارم. بشین بابا بلنشین. نست نبکش بسر پدر منه دارم برد. چه معلومه شما این شبا چی کار داری میکنی؟ مادرتا کشتی حالا هم داری منه میکشی. اینم آقابت کار. آقا جون انشالله بعد از عروسی اگه وقت شد بازم میرم کنکور. من به تو قول میدم. میخوام 100 سال سیاه نری کنکور. کنکور تو سرت بخوره. ببینم تو اصلا منم میشناسی بچه؟ معلومه شما پدر من هستین. نه نیستم. من پدر تو نیستم. تو هم پسر من نیستی دیه علی. راستی؟ آیا بودی رو دست من بلند نمیشد. حالا فردا میخوای بری؟ آره آره آقا جون من باید برم. فردا با دخترم میری؟ آره. خواهی منو تنها بذاری نو بری؟ آقا جون من بس برم. بس برم. Ha, ha, ha.
آی 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 چه کنم؟ آی آی ایچ آروم آی 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 یه لحظه خوبه چیکار میکنی؟ بابا آروم باشی قد داد بیده آی 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 میمیرم میمیرم تموم میشه آقا جون من یه بازم هست آی 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 بگی مطلی پنبر بده پنبر بده بسه پنبر بده میمیرم آقا جون تموم شد تموم شد آقا جون میمیرم علی، من میخوام وصیت کنم. حرفا چی آقا جون؟ تو حرف منو گوش میدی؟ من یه نه پسرم. آره. یادت مادرت وقتی مرگش چه وصیتی کرد؟ ولی تو زدی زیر. به وصیتش عمل نکردی. یادت هست علی جون؟ یادت هست؟ آره. اما تو شاهد بودید که زد پسرم. دیدیم که دکترها چی گفتن. آه میدانم میدانم. ولی حالا منم همین وصیت‌ها دارم. اما من نمیگم تو زن نگیر بیگیر. ولی فقط یه دفعه دیگه برو کنکور شرکت کن. مهم نیست کدوم کنکور، بقالی چقالی عطاری هرچی، ولی برو برو علی. آقا چون دیگه کنکوری نمونده من نرفته باشم کجا برم؟ برو یه جای دیگه، یه شهر دیگه. دکتری هم نباشد مهم نیست، هرچی هرچی باشد باشد. من دیگه نمیتونم آقا چون بس دیگه گول نمیدم. همین یه دفعه بسم. 5 سال آزگار جوانیمو پشت کنکور گذاشتم. دیگه میخوام واسه خودم زندگی کنم، واسه خاطر دلم زندگی کنم. شما خیال میکنید من کیم؟ یه قهرمان؟ نه نیستم. من فقط یه آدم معمولی هستم. خواهش میکنم برو، خواهش میکنم از اینجا برو علی جان. نمیتونم بلم کنم. بلم کنم علی، بذار منو میتونی آقا چه توشتی سر من باشه. یعنی تو هم میگی برم؟ اگه منظورت زنتا بکالت بده، خودم برات امنش میکنم. مثل یه دسته گل برات نگرش میدارم. تو فقط برو دنبال کنکور. این آرزوی من. زنت خودم برات عقل میکنم، نگرش میدارم. برو دنبال کنکور. برو پسر، برو تره خدا. علی چون رفت است و اینجا نیست، من در طرف ایشان وکالت دارم شما را بغض بذارم. علی Lewis.
آی آی لول هست ملی جان یاد الله یه بلاه شد اونجا رو دیگاه کن کجا رفته اونجا رفته کجا رفته کجا بلی اونجا دیگاه کن بیشه ملی بلی جان بلی ملی جون من پدرشم ملی جون منو تو به درد هم دیگه میکنی منو تو مرد بیبا زن بیبا عزیزی دلم منو تو خدا ملی ملی جان دور پدر ولی من تو را واسه خود عقد کردم دستم نرفت تو را واسه علی عقد کنم میدونی دیگه طاقتم تمام شده بود مجبور شدم کلک بزنم نه دیدی بگو چطا دختره را گل زد خون را میستد پدر کشی میشد وای چه کار کنم نمیدونم چه کار کنم بگو چطا زنه را زمان شده در بوش سلام علیکم بفرمایی تو چی شده؟ بفرمایی تو اونجا تحضیه شیر و فزه را انداخته فزه خون را میستد شنیدم عجب روزگاریه به خدا این روزا پدر به پسرمون نمیده مردی که از اولش هم آدم هیچ حالا میخوایم چی کار بکنیم؟ نمیدونم چون خاک به سرم بریزم ملی جان یه چیزی بگو ملی جان ملی تو رو خدا اینقدر اذیت نکن بیا بیرون رضایت بده من به خاطر اون این کارا کردم ملی تو دیگه الان زن منی تو که دلت نمیخواد خون و خون ریزی بشه دلت که نمیخواد میدانم جواب بده ها تو همین حیات عروسی میگیرم تو چشم همه کور شد شراغایی میکنم مطرب میارم جشن میکنم حالا ببینی والا به خدا خالی راست میکنم این نامرد جلی چشم همه باشد بندازش تو سیر زمین یلا چشم آقا از مهمانا کسی نیومدن چرا اومدن ولی دم در با ایستادن چرا تعارف نمی کنی بیان تو بابا آقا هر چی میگم هیچ کدوم نمیان تو جهنم شام حاضر هست با تو هم شام حاضر هست آبا گذاشتم جوش بیاد ولی قصابه گوشت نداد ای شما ها چرا نمیزنین واسه کی بزنیم آقا واسه من چرا اون زنک نمیرخصد خیلی خواه پول نمیگیرین برخص بزنیم بابا واسه من دومادی من بزنید قربون دست خیلی ممنون من رزرو شدم یعنی هیچ کسی گیره من جاش میدم چه داره که گیره ملیکو ملیکو ملی
در اتاق قفل کردی. ملی در باز کن مرا. خوب رسیدم ها. ملی ملی مالا ملی ملی در باز کن. مالی 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 در باز کن مانا در باز کن مانا مالی. یاد الله چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ آقا جونت ملی خانومو واسه خودش عقد کرد، خانوم بزرگ و بقیه هم گذاشتن از این خونه رفتن. چه؟ آمدن بود آقا جون. وای درو باز کن. باشه پیدات میکنم. تو باید من بگی، تو باید من جواب بدی، تو باید من بگی چه این کارو کردی. کجا قایم شدی؟ چه قایم شدی؟ پیدات میکنم، پیدات میکنم، پیدات میکنم، پیدات میکنم. میکنم آقا جون پیدات میکنم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. آقا جون سلام. علی جان تو هستی؟ آقا جون آمدی اینجا با خجالت میکنم. خجالت میکنم. آقا جون خیصه آب شدم. چی کار میکنم؟ چه منظوری داری؟ میخوای پدر کشی کنی؟ علی جون قربونت برم، یه وقت این کارو نکنی، همچه خیالی به سرت نزن. من که گناهی نکردم که از دستم در رفت. نه واسه یه زن بیقابلیت میخوای منو بکشی؟ علی همش تقصیر ننه خدا بیامرده دست. آمدیم ثواب کنیم کباب کردیم. علی جان خیرم هم بلکن، خیرم هم بلکن. علی جان تو رو خدا بذار برای چی میدم چی؟ چرا؟ 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 چرا این کارو کردی؟ آخه چرا؟ این همه سال هر کاری که داره بخواست با من کردی، هر جور میخواستی من رقصوندی. این همه سال باز خواهده تو رفتم دانشگاه که دکتر بشم. بعد نبود من پدرتم، خواستم اقلا آدم بشی، خواستم افتخار فامیل بشی. تو هر چی داری از من داری، از یه دانه پدرت داری، خودت هم میدانی. من چی دارم آقا جون؟ چی دارم؟ به من نگاه کن، من 30 سالم آقا جون، من چی دارم؟ خودت نگاه کن، ماشالله این شاخ شمشادی، توی دست دیپلم، توی دست معافی. رایم کن آقا جون،
اون دیپلم ما اوزی چی کار میتونم بکنم؟ چی میدونم؟ قابلش من چی میتونم بکنم؟ چی میدونم؟ من کیم؟ من کیم؟ من چی دارم؟ دکتر بعد از این شروع یه دست مافی با یه دست دیپلم آخه من باید چی کار کنم؟ مایلا چی میگم آخه هر کاری از کی من زندگی کنم؟ هر کاری بلد نخواد دکن ببین علی جان نمام کن بابا بلد کن علی جان بذاری من برم از خاله هر کاری بذاری برم دنبال بچه ها خواهش میکنم یه آقایی بکن دختره رو بذار برای من قربونت برم تو رو هر کی دست بذاری خودش از خودش زند اگه منظورت این زنه اینم مال تو قربونت برم ولی برم برم کنی فکر میکنم تو این کنکورم رد شدم میدنست برم کن من بدت میام. ها؟ نه. به تو هم میگن داماد؟ ها پسر؟ عروس تو هجله منتظرته. اون وقت تو سرتا میندازی پایین میری؟ منتظر من؟ اون تو هجله. چی میگین آقا جان؟ من میخواستم اذیتت کنم. میخواستم یه جوری تو رو گوشمالی بدم پسر جان. دیشب تا صبح فکر میکردم. دیدم نه اهلش نیست. یعنی نه این که نخواه نمیتونم بخواه علی برو اون منتظر تو برو تو دیگه برو برو تو بتازو چه معلوم هست شما چی میگی؟ راستش برای اینکه تو میتونی اما من نمیتونم برو تو بتازون برو بتازون علی اینقدر بتازون که عرقت در بیاد بزن برو آقا جان باش چی شما این کارو کردی؟ آخه پدری و پسری گفتن بلاغم گرش دوست دارم برو برو در آمدی پدر داماد کسی مرتب بسرم